این پیشنمونه اولین رباتی به نام زکریاس که برای کمک به سالخوردگان طراحی شده. کسانی مانند اگلیکی که تنها زندگی می کنند. با هم می بینیم آیا چنین چیزی در زندگی روزمره واقعا عملی است؟ خانم اگلیکی 68 ساله و به آرتروز مبتلا است. او در خانه‌اش در بندر پاتراس، واقع در غرب یونان، تنها زندگی می‌کند و یکی از داوطلبان مشارکت در این پروژه اروپایی برای کمک به سالخوردگانی مانند خود است. تیم کارشناسان به من گفتند که ربات فعالیت‌های روزمره من را ثبت می‌کند که در پیشگیری از افتادن یا بیماری به من کمک خواهد کرد. این ربات در دست آزمایش راه رفتن فرد و الگوهای حرکت فرد سالخورده را اندازه‌گیری و ثبت می‌کند. در صورت ردیابی حرکت یا جابجایی غیر معمول این فرد، داده را به خانواده یا گروه پزشکی ارسال می‌کند. مهندس سازنده این ربات از شرکت روبوتکنیک. ربات با حسگر لیزری دو بعدی نقشه محیط پیرامون را ارزیابی می کند. دو دوربین دارد. دوربین جلو با یک حسگر سه بعدی حرکات فرد را ردیابی می کند و دوربین عقب برای زمانی است که کاربر پشت سر ربات حرکت می کند. پژوهشگران می خواهند این ربات بخشی از محیط خانگی هوشمند باشد و به گفته آنها یکی از مشکلات اصلی برای تکامل آن بهبود استقلال و کارایی این دستگاه است. مهندس کامپیوتر پروژه: ربات دائما در خانه کاربر آن در حرکت است، کاملا فعال است، زیرا خانه نیز محیط فعالی است. چیزها، اشیا و آدمها در حرکت هستند و اسباب خانه تغییر می کند. موانع بزرگ و کوچکی وجود دارد. چالش اصلی برای تکمیل این دستگاه افزایش استقلال و بهبود کارایی آن است. در آتن نیز پژوهشگران روی راه‌های بهبود ربات هم به لحاظ ظاهری و هم کارایی کار می‌کنند. تمرکز آنها روی فناوری است که به آن فناوری ادراک نام دادند. مهندس کامپیوتر و هماهنگ کننده پروژه در آتن: اوسونا فورات تو روبوتیکو اکسوپلیسمو. هدف ما ابداع فناوری ارزان قیمت ساخت ربات است. نکته دیگر این است که می‌خواهیم ربات خود را به راحتی با محیط خانه‌های مختلف یا خانه‌های هوشمند انطباق دهد. می‌خواهیم استفاده از ربات برای کاربر راحت و ساده باشد و بدون نیاز به آموزش زیاد از آن استفاده کند. پرستارها و مراقبان نیز با دقت در فعالیت‌های ربات و نحوه کمک آن به کاربر نقش فعالی در این پژوهش به عهده گرفتند. با عنوان یک پرستار به نظر من این فناوری‌ها در حوزه مراقبت و درمان در نهایت به سالمندان مبتلا به بیماری‌های مانند آلزایمر و MS کمک می‌کند تا حرکتشان را ثبت کنند. پزشکان هم می‌توانند با مقایسه این نوارهای ثبت شده در فاصله‌های زمانی پیشرفت بیماری و همچنین بیمار را ارزیابی کنند. We'll be right back.